پانزدهمین روز تیر ماه برابر با شش ژوئیه سال 644 خورشیدی برابر با 1265 میلادی، زاد روز دانته الیگری، ادیب و شاعر بلند آوازه ایتالیا. دانته در شهر فلورانس ایتالیا دیده به جهان گشود و تحصیلاتش را در دانشگاه زادگاهش به پایان رساند. وی سپس وارد ارتش شد و پس از مدتی با فعالیت در مشاغل سیاسی به مدارج بالایی دست یافت، اما با توطئه چینی دشمنانش از کار برکنار شد. او به رشته‌های مختلف دانش و ادب علاقه‌مند بود، پس تلاش کرد تا اغلب علوم زمانش را بیاموزد. وی در همان زمان عاشق بیاتریس شد و به خاطر این دلدادگی که یکی از تاریخی ترین عشق‌های دنیاست، قطعه زیبای زندگی نو را سرود و همین عشق هم دستمایه اصلی شاهکار بدیع کمدی الهی دانته شد. و همه بر این نظر اتفاق دارند که اگر شش تن از بزرگترین نویسندگان تمام اعصار و قرون را بشمارند، یکی از آنها دانته خواهد بود. او همچنین خصوصیات شعر ایتالیایی را تثبیت کرد و با تخیل بلند و قوی خود قدرت فراوانی در توصیف جزئیات از خود نشان داد. اشعار او به موسیقی شباهت دارد و او را یکی از بزرگترین شاعران عهد باستان و عصر جدید نموده است. دانته به اتفاق عده‌ای از شعرای عصر خیش مکتب ادبی تازه‌ای بنیاد نهاد که سبک تازه ملایم نام داشت. سال 1327 خورشیدی برابر با 1948 میلادی، تصویب قرارداد الحاق ایران به سازمان یونسکو، سازمان تربیتی علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو، پس از پایان جنگ جهانی دوم در پاریس و با حضور نمایندگان 43 کشور تأسیس شد. یونسکو علاوه بر توجه به امور علمی، تربیتی و فرهنگی کشورهای عضو، به مرمت خسارات فرهنگی ناشی از جنگ و کوشش در راستای گسترش صلح و رفع سوء تفاهمات بین المللی هم می پردازد. از این رو دولت ایران با قبول اساسنامه یونسکو در هیئت وزیران، قرارداد الحاق ایران به این سازمان را به مجلس شورای ملی فرستاد که با اکثریت آرا پذیرفته شده و کمیسیون مزبور فعالیت رسمی خود را آغاز کرد. سال 1342 خورشیدی برابر با 1963 میلادی، در گذشت ویلیام فاکنر، ادیب و نویسنده آمریکایی. فاکنر که در نیو آلبانی میسیسیپی به دنیا آمده بود، پس از انصراف از دانشگاه افسری همراه با دوستش با یک کشتی باربری به ایتالیا رفت و از آنجا پای پیاده رهسپار آلمان و فرانسه شد و با استل اولدم ازدواج کرد. وی در این دوران فیلمنامه و نمایشنامه‌های بسیار نوشت که سبب شد تا جایزه نوبل ادبیات و جایزه پولیتزر را دریافت نماید.